امروز خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تایید کرد که جمهوری اسلامی فناوری موشک‌های بالستیک ضد شناورش رو در اختیار حوثی‌های یمن قرار داده. این گزارش همزمان با افزایش حمله‌های شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در دریای سرخ در روزهای گذشته منتشر شده. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر ارسال تجهیزات نظامی برای حوثی‌های یمنی رو رد کرده بودند. موشک‌های بالستیک ضد کشتی قطر با برد 2000 کیلومتر در رده موشک‌های میانبرد سپاه پاسدارانن و میتونن کلاهک‌های جنگی تا وزن 1 تن رو هم کنن. به گزارش تسنیم، موشک محیط حوثی‌ها با الگوبرداری دقیق از موشک قدر طراحی شده. رسانه‌های داخلی میگن سپاه پاسداران 3 نوع از موشک‌های کلاس قدر رو در اختیار داره. برد موشک‌های قدر S تا 1350 کیلومتر، موشک‌های قدر H تا 1650 و قدر F تا 1950 کیلومتر برآورد میشه. به نظر میرسه سپاه فناوری کلاس F رو به حوثی‌ها داده که بیشترین برد رو در بین خانواده موشک‌های قدر داره. در گزارش تسنیم اومده موشک قدر با تغییر کاربری در موشک تندر 69 سپاه طراحی و تولید شدن. تندر 69 در واقع همون موشک B610 چینیه که سپاه در سال 1369 از پکن خریده بود. این در حالیه که پیشتر رسانه‌های نزدیک به سپاه ادعا کرده بودن موشک‌های قدر نمونه پیشرفته موشک‌های بالستیک شهاب 3 که از نمونه‌های تولید شده در کره شمالی الگوبرداری شدن. با کمال وقاحت یه چند تا آهنپاره رو میذاره اونجا، میگه اینا موشکی است که ایران به مبارزین یمنی داده. مبارزین و مجاهدین یمنی محاصرن، بهشون چیزی نمیشه رسوند. اگر میشد رسوند ما به جای یک موشک 100 تا موشک بهشون میدادیم. اینها بخشی از موشک‌هایی هستند که حوثی‌ها در اختیار دارند. علاوه بر موشک‌های ساخت شوروی سابق، روسیه، چین و کره شمالی، حوثی‌ها موشک‌های قاهر و زلزال ساخت جمهوری اسلامی رو هم در دست دارند. موشک قطر در بین موشک‌هایی که به ادعای رسانه‌های حکومتی در حمله 25 فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل مورد استفاده قرار گرفتند. سپاه پاسداران 2 ماه پیش از حمله به اسرائیل از موشک‌های قطر و عماد در شبیه‌سازی حمله به یک پایگاه هوایی در اسرائیل استفاده کرده بود. هوشنگ حسن‌یاری کارشناس مسائل نظامی با ما همراه میشن تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای حسن‌یاری، در دست داشتن این تکنولوژی توسط حوثی‌ها چقدر اونها رو تهدید جدی‌تری میکنه علیه کشتی‌هایی که در دریای سرخ و خلیج عدن تردد میکنن؟ درود بر شما و ملت دلیر ایران. این فناوری، این موشک رو به حوثی‌ها دادن امر بسیار بسیار عجیبی است، به خاطر اینکه معمولا کشورها خود سلاح رو میدن و خدمات بعد از اون رو هم بر عهده دارن. اون چی که جمهوری اسلامی انجام داده معناش این هست که به دراز مدت فکر میکنه جمهوری اسلامی، به این معنا که دادن این موشک ها به حوثی ها یک وابستگی بسیار عمیقی رو هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی بین حوثی‌ها و جمهوری اسلامی به وجود میاره و در نتیجه جمهوری اسلامی به تدریج به اون اهدافی رو که از ابتدای نکبت 57 برای خود تعیین کرده بود، یعنی گسترش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه، داره به دست میاره با این کار. این امر بیش از اون که برای آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها و یا به طور کلی کشتیرانی بین‌المللی که زا باشه، برای همسایگان یمن به خصوص عربستان سعودی مشکل به وجود میاره، برای اینکه از دید حوثی ها عربستان سعودی دشمن واقعی و دشمن همیشگی است. این صحبت هایی رو که من با تعدادی از حوثی ها در سال گذشته داشتم، اونها معتقد بودند که هیچ کشوری به اندازه عربستان سعودی با حوثی ها دشمنی نداره و در نتیجه این دادن این فناوری به حوثی ها وضعیت خاورمیانه رو میتونه حداقل این بخش جنوب شبه جزیره عربستان رو با وضعیت کاملا جدید و مشکلات بسیار عدیده‌ای روبرو بکنه.
یک بخش دیگری هم اینه که جمهوری اسلامی بارها رد کرده این که تسلیحات نظامی و فناوری در اختیار حوثی‌ها قرار میده، اما این گزارش به نوعی تایید این هست. خب این هم تاییده و هم تضاد سخنان شخص علی خامنه‌ای رو نشون میده. بیاد بیاریم که زمانی که بحث دادن پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده اونها در جنگ اوکراین مطرح شد، شخص علی خامنه‌ای گفت که چنین چیزی وجود نداره. بعد امیر عبداللهیان تکذیب کرد و در نهایت دیدیم که لاشه اون پهپادهای شاهد، به خصوص که روسیه از اونها استفاده کرده بود، به مطبوعات نشان داده شد و در نهایت به طور غیر مستقیم جمهوری اسلامی این امر رو پذیرفت. در این مورد هم جمهوری اسلامی سالهاست که ادعا میکنه که به طور کلی با این گروه ها رابطه نظامی این چنینی نداره و همون ادعا رو در مورد حماس هم داشت. دیدیم که در مورد حماس کاملا روشن شد که جمهوری اسلامی هم تسلیحات میده هم پول میده. در مورد حوثی ها هم همچنین، همون این کلیپی که شما پخش کردین از سخنان علی خامنه ای، خب این نشان میده که علی خامنه ای یا اساسا در جریان اون چی که میگذره در کشور نیست، سپاه همه کار است، و یا اینکه دروغویی است که تکرار میکنه دروغ خود رو، شاید با علم به این که هیچ کس این دروغ رو باور نکنه، بخاطر اینکه در نهایت خب تسلیم به سپاه وابسته است و زمانی که تسلیم یک چنین خبر مهمی رو اعلام میکنه به طور قطع سپاه در جریان بوده، و اگر که علی خامنه ای و بیت او در جریان نیستن، خب معناش این هست که به طور کلی کنترل کشور در دست سپاه هست. ولی به نظر من این بسیار بسیار مهمه، دادن چنین فناوری به حوثی‌ها و ایران رو در باطلاق حوثی ها فرو خواهد برد هرچی بیشتر، و در نتیجه این وضعیتی رو یا کوششی رو که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته انجام داده در نزدیکی با کشورهای عربی و ایجاد روابط، بهبود روابط خود با اونها، همه اونها رو برباد میده. عربستان سعودی کشور بسیار مهمی است، نه تنها برای عرب‌ها بلکه برای خود جهان، به خصوص امروز در شرایط بحران انرژی و در نتیجه ایجاد اختلال در زندگی معمولی و اقتصادی سعودی ها میتونه جهان رو با تهدیدات جدی، اقتصاد جهان رو به خصوص با تهدیدات جدی روبرو کنه. برامرین سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی، با ما همراه بودند.